این موافقت نامه که چند ماه پیش امضا شد به صلح با کسی انجامید که دست کم 40 سال در جنگ بود. حزب اسلامی افغانستان میگوید که قرار است فردا جمعه گلبدین حکمتیار علنا در یکی از ولایت‌های شرقی حضور یابد و با مردم دیدار و گفتگو کند. سبا انشاءالله در مشرق ظاهر میشه، با مردم یا شاید به مطبوعات دید و بازدید داشته باشه و تعقیبش به اساس کمیسیون مشترکی که ترتیب شده، ترتیباتش گرفته شده، به اساس اون ترتیبات باز تشریف میاره به کابل و اینجا حضور خود پیدا میکنه. حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که از آمدن گلبدین حکمتیار به افغانستان استقبال میکند و امیدوار است که پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح الگوی شود به سایر گروه های درگیر جنگ برای پایان 40 سال جنگ خشونت ها در افغانستان. تا هنوز جلساتی که در مجموع در رهبری جمعیت گرفته باشه با این ارتباط نگرفتیم، ولی در مجالس های خصوصی و شخصی و در مجالس شورای اجرایی جمعیت برای همیش که بحث های صورت گرفته است، یعنی آمدن خود حکمتیار صاحب به خیر مردم افغانستان میدانند. در کابل برخی ها از آمدن گلبدین حکمتیار به افغانستان استقبال میکنند. ما استقبال میکنم. اگر به خاطر صلح آمدن و با آمدنشان صلح در افغانستان می ما خیر مقدم میگم میره بسیار خوب اقدام است. و نیز هستند کسانی مثل این مرد که میگوید گلبدین حکمتیار مسئول کشتار دوستان و نزدیکانش است و باید محاکمه گردد. محاکمه شوه باید. کل شهر کابل مردم ها را خانه بلا در پس خانه. طفلای معصوم پاک مردم ها را به خانوادگی کشتند. براکت بازی عزیز. گلبدین حکمتیار از معدود رهبران جهادی است که در سالهای پس از سقوط طالبان نیز در مخالفت با نظام قرار گرفت و حزب موسوم با او مسئول برخی از حملات تروریستی پنداشته می شود. حال با پیوستن آقای حکمتیار بر روند صلح برخی ها امیدوارند که بخشی از آنچه که جنگ به پایان افغانستان گفته می شود فروکش کند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.